بسم بشر. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. در سلسلة درس های مضمون تفسیر آیات احکام قرار داریم. جلسات گذشته عنوان داشتیم رعایت الاسلام لاموال الایتام. اسلام به طور عموم پنج هدف خیلی بزرگ و اهداف اساسی داره. مهمترین هدف اسلام حفظ خون انسان ها، و برای این مأمور حدود و قصاصی هم گذاشت. بعدا حفظ مال انسان ها، اموال انسان محترم و محفوظ، کسی به مال کسی دیگری دسترازی کرده نمیده. همچنین حفظ عرض و آبروی انسان، حفظ عقل انسان و حفظ دین انسان. ایتام، یتیم ها، یتیم به کسی گفته میشه که در خردسالی پدر خود را از دست داده باشه، در کرمسالی که همه پدر و مادر را از دست میده، و اگر مادر را از دست داد برای او یتیم گفته نمیشود. حالا کسی که پدر را از دست داد، شریعت اسلامی و قانون از او حمایت میکنه، اموالش باید نگهداری بشه. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. آیات کریمه 5 تا 10 سوره مبارکه نساء این موضوع را به تفصیل توضیح میده. ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما، کسانی که از روی ظلم و ستم مال یتیم را میخورند، انما یاکلون فی بطونهم نارا، قطعا همانا در شکم های خود آتش میخورن. و سیصلون سعیرا. توضیح واژگان هم داشتیم. آمدیم به احکام شرعی. مراد از سفها در آیه کریمه کیست؟ جلسه گذشته گفتیم. الحکم الثانی در این جلسه، صفحه 173 کتاب شما. هل یحجر علی السفی؟ آیا بر سفی حجر میشود؟ حجر اصلا به معنای چی؟ منه. فلان شخص محجور هست، یعنی از تصرف در اموال خود منع شده است، نمیتواند به خاطر اینکه سفاهت داره، یا برای اینکه صغیر هست، یا به دلایل دیگر نمیتونه در اموال خود تصرف داشته باشد. قاضی او را ممنوع میکنه تا زمانی که سفاهتش از بین بره و یا تا زمانی که بالغ بشه. علما از این آیت کریمه وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا، اگر احساس کردید که اینها به مرحله رشد و بلوغ فکری و هوشیاری رسیدند، فادفعوا الیهم اموالهم، در این صورت اموالشان را به آنها بسپارید و دفع کنید، بدهید. از این آیت کریمه علما استدلال کردند که هجر بر سفی لازم است، یعنی شخص نادان و سفی از اموال خود استفاده کرده نتوند، استفاده بکند در آن تصرف نکند، بیع و شرا، داد و ستود، خرید و فروش نداشته باشه، بلکه اموال تحت تصرف انسان عاقل و یک انسان بزرگتر باشد، بلکه اموالش تحت تصرف یک انسان عاقل باشد. زیرا رب العزت فرموده تا زمانی که از آنها رشد و هوشیاری نمیابیم اموال را به آنها نسپاریم، یا تا زمانی که به سن احتلام نرسیده باشد. هجر بر چند نوع هست. احیانا هجر به خاطر صغر هست، به خاطر اینکه کسی صغیر هست و خرد میباشد، یک نوع هجر. نوع دوم از انواع هجر، هجر به خاطر کدام هست؟ جنون هست، طرف جنون دارد، دیوانگی دارد، مجنون هست، دولت، قاضی، حاکم بر او هجر کردن و گفتن نمیتونه از اموال خود، از ثروت خود استفاده کنه، هر وقت هوشیار شد بیاد استفاده کنه، هیچ مشکل نداره. مجنون فاقد الاهلیه است و صغیر هم
قاصر النظر. قاصر النظر یعنی چی؟ یعنی فکرش کوتاه است. کودکی پاره لعل به نان فروش، هر که ارزان خرد ارزان فروش. این نوع دوم بود، هیجر به سبب جنون. نوع سوم، هیجر به سبب سفه و نادانی. یک کسی هست خیلی اسراف میکنند. ان المبذرین کان اخوان الشیاطین، اسرافگران برادران شیطان هاست. این بیش از حد زیاد اسراف میکنند. لذا قاضی و یا بزرگترها میتوانند برای حجر وضع کنند، یعنی در اموال تصرف کردن نکنند. غلط تصرف میکنند، مال را به راه خوب و به راه درست مصرف نمیکنه، بلکه در راه های عیاشی و تنپروری مصرف میکنه. و یک نوع دیگر حجر به سبب افلاس هست. یک کسی هست خیلی مقروض شده است، سرمایش هست 10 لک افغانی، اما این 50-60 لک 100 لک مقروض شده و غرما، قرضدارها، غارمین، غارمین به معنای کسانی که قرضدار هست، یعنی از این قرض میخواهند، طلبکارها، خلاص طلبکارها میتونن برون نزد قاضی بگن قاضی سی یک حجر ممنوعیت بر او وضع کن که دیگه در اموال تصرف نکند تا ما بتوانیم اما سرمایه خود را از او بگیریم. پس 4 نوع حجر داشتیم. حجر به سبب صغر 1، به سبب جنون 2، به سبب سفه 3، به سبب افلاس 4. علما اتفاق دارن که مال صغیر به او داده نمیشه تا زمانی که به سن احتلام برسیم و از او احساس بکنیم که بله یک حالت رسیده که میتواند در اموال تصرف درست داشته باشه. الله متعال فرموده است وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، و یتیم ها را آزمایش کنید تا زمانی که به نکاح رسیدن توزم. فان آنستم منهم رشدا، به سن نکاح رسیدن یعنی بلوغ شد، یعنی 15 سالگی را تکمیل کرد، اگر از آنها احساس ای کردید که عاقل شده است و هوشیار است، فدفعوا الیهم اموالهم، اموال را با آنها بسپارید. پس 2 شرط گذاشته آیت کریم، یکی بلوغ، بلوغ سنی، و دیگر رشد یعنی بلوغ فکری، حسن تصرف در ما. مقال شافعی و لابد نیمتن ما صلاح فی الدین مع حسن صلاح فی المال فالفاسق یشتر علیه عند شافعی خلاف غیره. امام شافعی میگه تنها عقل ایتون نیست که یه شخص عاقل شده باشد و بعض موارد بفهمه، بلکه عقل آن است که در دین صلاح دینی هم داشته باشد، انسان صالحی باشد، پول را خوب مصرف کند. یه حرف امام شافعی دیگه در بازار نمیتونه کارآمد باشه، مجبور هستیم که پول خیلی از مردم را از اونها بگیریم و بر اونها حجر وضع کنیم، در حالی که هیچ قاضی و هیچ محکمه چنین کرده نمیتونن. سبب اختلاف بین امام شافعی و بین امام ابو حنیفه چی است؟ معنای رشد. مجاهد ابن جبر مکی میگوید رشد به معنای عقل است. قتاده میگوید به معنای صلاح در عقل است. صلاح در عقل و در دین. ابن عباس میگوید صلاح در اموال. ابن جریر تمام این اقوال را ذکر میکنه. محمد ابن جریر ابن یزید طبری متوفای 310 هجری شیخ المفسر تمام این اقوال را ذکر میکنه، تمام این اقوال را ذکر میکنه و بعدا میگوید و اولا هاته الاقوال اندی فی معنی الرشد العقل و اصلاح ما. قول راجح عقل هست. فین آنستم من هم رشد، اگر شما متوجه شدید که اینها عاقل شدند و در مال خوب تصرف میکردند، مال را با آنها بفرست. اگرچه در دین خود فاجر باشه، ما نمیتوانیم به خاطر اینکه شخص فاجر است ثروتش را و مالش را از او بستانیم و بگیریم، و از هر فاسقی نمیتوانیم مال را بستانیم، کرامت انسانیش زیر سوال میره. آها، اگر طوری بود که اموال را یکسر در شراب و در فجور و در فسق مصرف میکرد،
بر اینجا قاضی میتونه بر او حجر وضع کند تعزیرن. و شیخ مفسرین ابن جریر الطبری همین مورد را ترجیح داده است. این بود حکم دوم. هل یحجر علی السفیه؟ بله، بر سفیه حجر می شود. و سفیه کی است؟ سفیه نادان. الحکم الثالث، هل یحجر علی الکبیر؟ آیا اگر کبیر بود، یعنی 20 سالگی 18 سالگی را تکمیل کرده بود، با وجود آن هم، با وجود ای که کبیر بود، باز هم کارهای غلط از او سر می زد، مثلا خیلی عیاشی و فحاشی می کرد، و یا اینکه کبیر شده بود، سنن به بلوغ جسمی رسیده بود اما به بلوغ فکری نرسیده بود، عقلش رشد نکرده بود، آیا حجر بر او میشه؟ جمهور علما بر این باورند که ان الکبیر یحجر علیه، بله کبیر هم حجر میشه چنان که صغیر میشد. امام ابو حنیفه میگوید اگر کسی به 25 سالگی رسید مالش به او تحویل داده میشه، چه رشید باشد یا غیر رشید. علامه قرطبی در تفسیر خود نوشته میکند علما در حجر بر کبیر بر کلان سال اختلاف کرد. مالک و جمهور فقها میگویند بر او هم حجر میشود. امام ابو حنیفه میگوید لا یحجر علی من بلغ عاقلا الا ان یکون مفسدا للمال، بر او حجر نمیشه مگر اینکه خیلی واضح و آشکار مال خود را فاسد کند و از بین ببرد. و اذا كان كذلك منع من تسليم المال اليه حتى يبلغ 25 سنه، اگر اینطور بود که مال را آشکارا از بین می برد برای حجر میشه، مال به او سپرده نمی شود تا زمانی که به 25 سالی برسد. و چون به این سن رسید در هر صورت ثروتش به او تحویل داده می شود، چه مال خود را فاسد کند یا نه. آها، مگر اینکه مجنون باشد. صفی تا مجنون فرق می کند. مجنون از ریشه عقل ندارد، صفی نادان هست، بعض موارد درک میکنه بعض موارد درک میکنه. و امام ابو حنیفه میگه به 25 سالگی نفر میتونه که جد باشد، جد پدر کلام بابو، یعنی 25 سالگی 12 سالگی ازدواج کرده و باز بچهش هم به 12 سالگی ازدواج کرده، به 25 سالگی امکان داره که یک نفر بابو شود، جد شود. وقتی که جد شد، پدر کلان شد، من دیگه خجالت میکشم در برابر فرزندانش و در برابر نوهش نواسهش او را مورد حج قرار بدون بکن. بله، چه در سعیست که تو پدر کلان بشدی اما در طول خود تصرف کردن نمیتونی. صحیح قول جمهور است. صاحبین هم در اینجا با شیخ خود با امام ابو حنیفه نیستند. صاحبین کی هستند؟ قاضی ابو یوسف و محمد ابن حسن شیبانی. ولا عبرت بکبر السن فرب رجل یبلغ الخمسین من العمر وهو سفیه الحول یصرف ماله و یبذره. یک نفر به 50 سالگی میرسه و هوشیار نمیشه، ای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. و ذلک ان السبیل ضمن من ماله لفقد العقل الهادی الى حفظ المال و کیف الانتفاع به. سبی را چرا منع میکنی؟ به خاطر اینکه از مال خود بهره درست گرفته نمیتونه. پس همین که ولو شخص شاب بود، جوان بود، پیر بود، هر چی که بود، از مال خود بهره درست گرفته نمیتونه است، نادانی را علت حجر و منع در مال باید قرار بدهیم. قول جمهور در اینجا راجح است. ابن عباس میگوید ان الرجل تنبت لحیته و انه لطعیف الاخذ به نفسی. احیانا یک کسی ریشش بیرون می شود، ریش می کند، یعنی سنش کلان می شود، اما باز هم در اخذ و اعطا انسان ضعیفی می باشد. حکم چهارم، هل یباح للوسیع یأکل من مال الیتیم؟ آیا برای وسیع مباح است که از مال یتیم بخورد؟ طرف احساس می کند که مرگش نزدیک شده است، به یک از دوستان خود وصیت میکنه
میگه این مبلغ مالی که دارم، تو انسان نیک هستی، انسان شایسته هستی، انسان خوبه به نظر میرسی. همین مبلغ را بعد از مرگ من به اطفال من مصرف کنم کرد. حالا این شخص آیا خود همین کسی که موسیقی هست وسیع ببخشید، آیا همین شخص وسیع، شخصی که وصیت شده، مورد وصیت قرار گرفته، چطور بگو وصیت شده؟ یک خوب وصیت کننده هست، یکی همون کسی که مال به او سپرده شده. همین شخص آیا میتواند از مال یتیم بخوره به اندازه حاجت خود، چون سرپرستی مال را میکند و خودش هم فقیر است؟ آیا میتواند از آن استفاده کند؟ از فرموده الهی و منکان غنیان فلیستعفف، اگر وسیع غنی بود باید پاک دامنی اختیار کند، اصلا به این مال نزدیک نشود. و منکان فقیرن فلیأکل بالمعروف، و اگر کس فقیر بود به نحو شایسته بخورد. از این فرموده الهی دانسته میشه که علا ان للوسیع یأکل من مال الیتیم بتکان. وسیع میتواند در صورتی که فقیر بود به اندازه حاجت بدون اسراف از مال یتیم بخورد، و اما اگر غنی بود و ثروتمند بود بر او لازم و واجب است که از مال یتیم خود را پاک نگه دارد، دور نگه دارد، عفت و پاک دامنی اختیار کند و به رزق و روزی که الله به او داده به همان قناعت کند. علما اتفاق کردند که به اندازه کفایت میتواند از آن به نحو شایسته استفاده کند. و حالا استفاده کرد، یک سال از مال یتیم چیز تناول کرد، آیا وقتی که فعلا توی دست است، وقتی که ثروتمند شد، تنگ دستیش رفته شد، آیا پس دوباره همان مقدار را، همان مبلغ را بپردازد یا نه؟ آیا دوباره همون مبلغ را بپردازد یا نه؟ یعنی مثل قرض است، تاوان دارد بر او یا نه؟ برخی میگویند بر او زمان و تاوان نیست، چون الله متعال به نحو شایسته برایش مباح کرده که از همین مال استفاده کند، مثل مزدوری است، گویا مزدوری کرد. این قول از امام احمد رحمت الله علیه روایت شد. اما دیگران میگویند زمان، ضمانت و تاوان واجب است، به دلیل روایت از عمر که میگوید الا اینی انزلت نفسی من مال الله منزلت الولی من مال الیتیم، ما خود را در برابر مال الله طور قرار دادم، طور فرض کردم، طور میپندارم که ولی چطور بود؟ طور میپندارم که سرپرست مال یتیم از همون مال میتونه استفاده کنه، کسی که وسیع است. ان استغنیتو استعففتو، اگر خودم ثروتمند بودم که خود را دور نگه میدارم، اصلا ابدا از این مال استفاده نمیکنم. این استقنه ای تو، اگر خودم ثروتمند بدم هرگز از این مال استفاده نمیکنم. اما اگر خودم فقیر بودم به اندازه به نحو شایسته میخورم، فاذا ایسرتو قضیتو، چون دستم باز شد باز پس قضا میارم، یعنی به همان اندازه ای که استفاده کردم دوباره به یتیم برمیگردم، در اینجا هم دوباره به بیت المال مسلمان ها برمیگردم. این فیصله فیصله فاروق خان است. و حتی عثمان رضی الله عنه میگه که عمر حکام بعد از خود را به مشکل انداخته است. این حکام بدبخت امروزی دیگرها کل سرمایه بیت المال، سرمایه فقیر و غریب و همه را اینها دزدی میکنند و بالاخره اصلا ابدا احساس مسئولیت هم ندارند. و قال الحنفیه تو جساس حنفی قول احناف رو روایت میکنم، میگه این پول که وسیع از مال یتیم استفاده میکنه به طریق قرض نمیگیره و نه هم ابتداعا میگیره، چه غنی باشد یا فقیر باشد، به دلیل فرموده الهی و آتو الیتام و اموالهم،
اموال یتیم ها را بپردازید، نه قرض بگیرین و نه هم طور دیگری. و فرموده ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، کسانی که اموال یتیم ها را میخورند در واقع در شکم خود آتش میخورند. و همچنین و ان تقوموا لليتامى بالقسط ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. اقبال محکم هست و به هیچ وجه از مال یتیم استفاده کرده نمیتواند به شکل قصد. من کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، این جمله دیگه متشابه است، محتمل هست، آن را باید به محکمات رجعت. از ابن عباس هم روایت شده که گفت من کان فقیرا، منسوخ است به ان الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما، قول احنافی است که به هیچ وجه از مال یتیم چیز تناول کرده و خورده نمیتونه. الترجیح صفحه 175 بالاخره مؤلف شما قول راجع را بیان میکنه، میگه ابن جریر طبری قول اول را راجح قرار داده که به طریق قرض میتواند از مال یتیم چیز تناول کند و بخورد. مثلا کسی مرده است، ما را به حیث ولی یتیم خود قرار دادیم، وصی قرار دادیم. همین نفر که وسیع شده دستش تنگ است، نمیتونه، مجبور از روزها برود کار کنه، از این مال که نگهداری میکنه یا با آن تجارت میکنه و زراعت میکنه به شکل قرضی میتونه چیز بخوره. و مراد از فلیأکل بالمعروف هم همینطور است، اکل مال الیتیم عند الضروره والحاجه على وجه الاستقراض، ضرورت و نیاز وجود داشت به سبیل قرض میتونه، اما فاما على غیر ذلك الوجه فغیر جایز له اكله، اگر به غیر از قرض به طریق دیگری میخورد، میگه والله خوب شد پدرش مرد دیگه کسی هم مرا محاسبه کرده نمیتواند، در این صورت برایش جایز نیست. اما متوجه باشد که رب العزت پروردگار قوی وجود دارد، هر لحظه او را مورد حساب قرار میده و این قول راجح است، جمع بین النصوص میباشد والله اعلم. معتصد الیه الایات الکریمه المحرمات من النصارى جلسه بعدی میخوانیم، عنوان داشتیم رعایت الاسلام لاموال الایتام، اسلام اموال یتیم ها را رعایت کرده است، سرپرستی کرده، تحت نظر قرار داده، کسی آن را نخورد. سبب نزول داشتیم به احکام شرعی، مراد به سفها، مراد از سفها در آیت کریمه کی است، چند قول در اینجا توضیح دادیم که سفها کی هستند. صفحه 169 کتاب شما و حکم دوم، آیا قبل از بلوغ مال یتیم به او سپرده می شود. حکم سوم، امر در فرموده الهی فنگ هما تا بلکم برای وجوب است یا برای اباحت است. ببخشید، حکم اول مراد از صفحه در آیت کریمه کی است. حکم دوم، آیا بر صفی حجر می شود یا خیر. حکم سوم، آیا بر کبیر حجر می شه یا نه. حکم چهارم، آیا وسیع می تواند از مال یتیم بخورد، به اندازه ای که نیاز داره بخوره و آن را حساب کند، نوشته کند، وقتی که دستش باز شد حتما باید به یتیم آن را مسترد کند. درس ما همینجا به پایان رسید و صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. سوال استفسار داشته باشید با استاد در تماس بشید.